دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو ویدیوی امروز میخوایم یه بازی از پال مورفی که تو سال 1858 بازی شده ببینیم. این بازی یکی از معروفترین بازی های دنیای شطرنج و یکی از بهترین بازی های شطرنج محسوب میشه. اگه این بازی رو ندیدین پیشنهاد میکنم از دستش ندین، چون پر از الگوهای جالب و آموزنده است و میتونین خیلی از این بازی یاد بگیرین. و اگه این بازی رو قبلا دیدین میتونین دوباره تماشاش کنین تا براتون مرور بشه. خب بریم سراغ بازی. تو این بازی مورفی بازی رو با E4 شروع کرده و حریفش با E5 پاسخ داده. مورفی اسبشو خونه F3 گذاشته. حالا یکی از حرکات متداول حرکت اسب C6 که اسب پیاده دفاع کنه. سیاه میتونه همچنین با اسب F6 که دفاع پتروفم به حرکت اسب F3 سفید پاسخ بده، ولی تو بازی سیاه حرکت D6 رو انتخاب کرده که به دفاع فیلیدور معروفه. مورفی پیاده D4 کرده و حریف مورفی که موره سیاه رو داره حرکت فیل G4 رو انجام داده. تو اون زمان حرکت فیل G4 جز حرکات خوب محسوب میشده و جز حرکات اصلی بوده، ولی امروزه جز حرکات خوب محسوب نمیشه. دلیلش هم اینه که سفید خیلی راحت میتونه این پیاده رو بزنه. حالا سیاه دوست داره که با پیاده پس بگیره، ولی پس گرفتن با پیاده حرکت خوبی نیست، چون بعد از اینکه پیاده رو بزنه سفید میتونه وزیر به وزیر کنه. بعد از اینکه با شاه وزیر رو زد، حالا سرباز بی دفاع، اسب هم دیگه آچمز نیست و سیاه سرباز خودش رو از دست میده و سفید یه پیاده جلو میفته. خب مورفی هم تو بازی پیاده رو میزنه، ولی همونطور که گفتم پس گرفتن پیاده حرکت خوبی نیست و سیاه تو این وضعیت اول اسب رو زده و بعد از اینکه مورفی فیل رو میزنه حالا پیادهش رو پس میگیره. مورفی اینجا با یه تهدید خیلی بزرگ فیل خودش رو خونه C4 میذاره. تو حرکت بعدی داره با وزیر F7 شاه حریف رو مات میکنه. سیاه اسب F6 میکنه و اسب خودش رو گسترش میده. حالا دیگه با وزیر نمیتونیم تو F7 بزنیم و شاه حریف رو مات کنیم. اینجا مورفی که حرکت جالب میکنه و وزیرش رو با اون سمت صفحه منتقل میکنه و وزیر B3 میکنه. حالا هم داره به پیاده F7 حمله میکنه و هم به پیاده B7. بچه تهدید فیل در F7 فقط یه پیاده نیست و تهدید مات هم هست. مثلا اگه سیاه تو این وضعیت حرکت B6 رو انجام بده تا از سرباز B7 دفاع کنه، بعد از فیل در F7 حالا شاه دوتا انتخاب داره، ولی هیچ فرق نمی کنه. اگه مثلا بیاد E7 با وزیر E6 مات میشه، پس سیاه باید خیلی مراقب باشه. سیاه اینجا تصمیم میگیره حرکت وزیر E7 رو انجام بده تا از پیاده F7 خودش دفاع کنه. خب اینجا مورفی میتونسته که پیاده B7 رو بزنه و حرکت خوبی هم محسوب میشده، ولی کلا مورفی با این حرکت حال نکرده و اسب خودش رو به خونه C3 گسترش داده. استراتژی مورفی تو این بازی این بوده که تا جایی که میتونه داخل گسترش جلو بیفته و بتونه نهایت فشار رو به حریفش وارد کنه. تو حرکات آینده هم میتونه فیل خودش رو به خونه G5 گسترش بده که فعالترین خونه است برای فیل و اسب F6 حریف رو میتونه آچمز بکنه. خب اینجا سیاه پیاده خودش رو به خونه C6 میرونه تا از پیاده B7 هم دفاع کنه. الان وزیر هم از F7 داره دفاع میکنه و هم از B7. مورفی فیل خودش رو به خونه G5 گسترش میده و اسب رو آچمز میکنه. سیاه حرکت B5 رو انجام میده که حرکت خوبی نیست. شاید حرکتی مثل وزیر C7 بهتر بود، ولی باز هم سفید برتری داره، ولی حداقل به اون زودی بازنده نمیشه. در عوض سیاه حرکت B5 رو انجام میده به این امید که مورفی الان فیلش زیر ضربه و خونه خوبی برای قرار دادن فیلش نداره و مجبور میشه این فیل رو عقب نشینی کنه، ولی به دو مورد توجه نکرده بود. یکی این که سفید حسابی تو گسترش جلوه و دو این که حریفش مورفیه و مورفی اهل عقب نشینی نیست، مخصوصا تو همچین وضعیت هایی. مورفی تو این وضعیت تصمیم میگیره که با اسب تو پیاده B5 بزنه و اسب خودش رو قربانی کنه. حالا بعد از این تعویضا با فیل میزنه تو پیاده B7 و شاه حریف رو کیش میده. حالا سیاه راه مناسبی برای رفع کیش شدن نداره. اگه با این اسب مسیر کیش رو ببنده که وزیر خودش رو از دست میده، همونطور که گفتم اسب آچمزه پس نمیتونه اسبش رو حرکت بده. اگه با وزیر مسیر کیش رو ببنده که خیلی راحت وزیرش رو از دست میده. اگه شاهش رو بخواد حرکت بده خیلی راحت سفید میتونه قلعه بزرگ بره و رخ خودش هم وارد حمله میشه و وضع سیاه خیلی بد میشه. پس سیاه تصمیم گرفته که با اون یکی اسبش اسب D7 کنه و مسیر کیش رو ببنده و رفع کیش کنه. اینجا سفید قلعه بزرگ رفته تا رخ خودش رو هم وارد بازی کنه و به اسب فشار بیاره. الان این اسب زیر ضربه به خاطر اینکه این یکی اسب هم آچمزه، پس نمیتونه از این اسب دفاع کنه چون وزیر خودش رو از دست میده. سیاه تصمیم میگیره که با رخ D8 یه مدافع دیگه به اسبش اضافه کنه. حالا مورفی که حرکت خوب رو تو این وضعیت انتخاب میکنه که میتونین الگوش هم به خاطر بسپارید. الان اسب آچمزه، مورفی با رخ داخل اسب میزنه و رخ خودش رو در ازای اسب حریف میده.
حالا با اسب که نمیتونه پس بگیره به خاطر اینکه وزیر رو از دست میده، اگه با وزیر بزنه دوباره وزیر خودش رو از دست میده، با شاه هم نمیتونه بزنه چون اصلا غیر قانونیه و شاه تو خونه قرار میگیره که کیش میشه. پس سیاه این تو این وضعیت با رخ رخ رو زده. حالا از اونجایی که رخ آچمزه، مورفی اون یکی رخش رو هم به حمله اضافه میکنه و به مهره آچمز شده حریف فشار میاد. بچه به این وضعیت نگاه کنیم، با اینکه سفید تو این وضعیت کلی مهره عقبه ولی کاملا برنده است و هیچ امیدی به وضعیت سیاه نیست. اینو میشه از کجا فهمید؟ از مقایسه مهره ها با هم. اگه دقت کنین تمام مهره های سفید در بهترین جای خودشون قرار دارن و همه مهره های قوی هم و دارن حمله میکنن و خیلی خیلی فعالن. از اون طرف مهره های سیاه، این رخ که آچمزه، این اسب هم که آچمزه، اون رخ هم گوشه صف است و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. این فیل رو هم که دیگه نگم براتون، هیچ خونه‌ای برای جابجا شدن نداره. سیاه اینجا تصمیم میگیره وزیر خودش رو خونه ایشیش بذاره و اسب خودش رو از آچمزی در بیاره. حالا اسب مدافع رخه. مورفی اینجا با فیل رخ رو میزنه. حالا سیاه مجبوره که با اسب پس بگیره و این وضعیت مات در دو و سفید میتونه به طور اجباری سیاه رو در دو حرکت مات کنه. مورفی وزیر بی 8 میکنه و شاه حریف رو کش میده. سیاه هیچ انتخابی نداره، باید وزیر رو بزنه و با رخ دی 8 شاه حریف رو مات میکنه. و این یکی از قشنگترین وضعیت ها تو شطرنجه که سفید با اینکه کلی مهره عقبه و فقط با دو مهره فیل و رخش تونسته شاه حریف رو مات کنه و برنده بازی بشه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و اگه به شطرنج علاقه مندین و نمیخواین که ویدیوهای بعدی من رو از دست بدین، کانال من رو سابسکرایب کنید. ممنون.